نخستین گام ها برای مبارزه جدی با فساد اداری از اینجا و با ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برداشته می شوند. مرکزی که انتظار می رود لکه های نمایان فساد اداری را از دامن افغانستان برچیند. درس ها و تجاربی را که ما در گذشته ها از مبارزه با فساد داشتیم، شکست ها و دستاوردهای را که داشتیم، همه از اینا را کوشش میکنیم که در این مرکز عدلی قضایی از اونها استفاده بکنیم و این مرکز عدلی قضایی به وجود بیاید. اما یکی از انتقادهای مهم بررسی نشدن پرونده های بزرگ فساد اداری است. کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری واقعا از برخورد حکومت در قبال قضایای بزرگ فساد اداری نگران است. اما لوی سارنوالی از بحر بررسی پرونده های بزرگ فساد اداری از ایجاد برنامه های تازه اطمینان می دهد. زمانی که مردم افغانستان از قضیه فساد آگاه می شن، ما باید دمو مدت معینه معقول قانونی باید نتایجش به مردم افغانستان بتیم به صورت شفاف. با این همه شهرداری کابل تایید می کند که محمد اسلم اکرمی معین مالی و اداری شهرداری کابل و نیز کمال قاسمیار رئیس منابع بشری شهرداری کابل به اتهام فساد اداری امروز از سوی پلیس بازداشت شدند. ظاهرا گستردگی فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی است که اعتماد مردم را به این نهادها کاهش داده است.